سلام دوستان، فراز هستم و با یه برنامه دیگه از باید بدانیم با شما هستم. در این برنامه از باید بدانیم به همه ی زنانی که با رضا شاه در ارتباط بودن میپردازیم. اما قبل از هر چیز در این قسمت زیر همین ویدیو عضو کانال ما بشید و برای اطلاع از آخرین ویدیوهای ما روی زنگوله کلیک کنید. رضا پهلوی متولد 24 اسفند 1256 که به رضا شاه شهرت داره و با عنوان رسمی اعلی حضرت همایونی شاهنشاه خطاب میشد، از سال 1304 تا 1320 خورشیدی پادشاه ایران بود. او که بنیانگذار دودمان پهلویه، بیشتر از 1300 تا 1302 وزیر جنگ و از 1302 تا 1304 نخست وزیر ایران بود. رضا شاه ابتدا تلاش ناکامی در جهت جمهوری خواهی کرد و سرانجام در سال 1304 پس از انحلال سلسله قاجار به پادشاهی رسید. وی دوران خردسالی رو در فقر گذروند. از 16 سالگی به نظام پیوست و مدارج ترقی رو پیمود. در 25 دی 1299 از سوی ژنرال انگلیسی ادموند آیرونساید به عنوان فرمانده قوای قزاق منصوب و دو ماه بعد در کودتای سوم اسفند 1299 نیروهای قزاق به فرماندهی رضاخان تهران رو اشغال کردند. در سوم آبان 1302 رضاخان با فرمان احمدشاه قاجار به منصب نخست وزیری گمارده شد. اگرچه رضاخان با کودتا در عرصه سیاست ایران رخ نمود، اما جهش وی در قدرت تا جایگاه پادشاهی مدیون پشتکار و ارادش در نظم دادن به امور در سمت وزارت جنگ و نخست وزیری بود. زنان ایران در دوران پادشاهی پهلوی اصلاحات بسیاری را تجربه کردند که برای نخستین بار در تاریخ این کشور رخ می‌داد. در دوران او برای نخستین بار در جامعه سنتی ایران زنان توانستند از خانه خارج شده و به عرصه های اجتماعی پا بگذارند. اجباری شدن آموزش برای هم پسران و هم دختران و افزایش قشر باسواد نیز موضوع مهم دیگه‌ای بود. رضا شاه در طول دوران زندگی 4 همسر دائم اختیار کرد که با نفوذترین اونها تاج الملوک مادر محمد رضا و محبوبترینشون عصمت الملوک بود. رضاخان قبل از ازدواج با مادر محمد رضا تاج الملوک همسر دیگه ای داشت. به زمانی که واحدش در همدان مستقر بود در سال 1281 با زنی به نام صفیه ازدواج کرد و از او صاحب یک دختر به نام همدم السلطنه شد. رضاخان با این زن همدانی یک سال زندگی کرد و اون رو طلاق داد. همسر بعدی رضاخان تاج الملوک آیرملو بود که خانوادش از مهاجران بودند و بعد از انقلاب بلشویک روسیه از آذربایجان به ایران اومده بودند. او دختر میرپنج تیمورخان آیرملو از صاحب منصبان ارشد ارتش قزاق بود. وصلت با خانواده تیمورخان میرپنج برای افسر ساده‌ای چون رضاخان افتخاری بزرگ و مایه ترقی بود. تیمورخان نیز از شخصیت قلدر معابانه رضاخان خوشش میومد، زیرا آینده اون رو درخشان میدید. پس با وساطت چند تن از بزرگان قزاق به ازدواج اون با دخترش رضایت داد و البته این وصلت از سوی دختر نیز مقبول واقع شد. بدین ترتیب تاج الملوک آیرملو در 15 رجب 1294 در سن 24 سالگی یا به قولی 18 سالگی به عقد رضا شاه در اومد. اشرف در خاطراتش می نویسه انگام عروسی مادرم 24 سال داشت. او از این پس نقش مؤثری در زندگی و سلطنت رضاخان ایفا کرده. تاج الملوک بعد از ازدواج به خانه کوچک رضا در محله روغنی ها خیابان جلیل آباد سابق اومد. سریا در خاطراتش می نویسه تاج الملوک زنی مغرور بود. حتی یک لحظه هم این فکر رو از سرش بیرون نمی کرد که این رضاخان شوهر اون بوده که سلطنت سلسله پهلوی رو پایگذاری کرده. رضاخان از این زن 4 فرزند داشت: شمس، محمد رضا، اشرف و علی رضا. تاج الملوک که وجودش در زندگی رضاخان موفقیت‌های اجتماعی و سیاسی بسیاری را پدید آورده بود، خواهان زندگی بهتر و توجیه بیشتر شوهر بود، امری که هیچگاه به واقعیت نپیوست. رضا شاه در سال 1306 با زنی از خانواده قاجار ازدواج کرد به نام ملک توران که غلام رضا از اوست. نام اصلیش قمرالملوک بود و تعلیمات ابتدایی و متوسطه رو دیده بود و با اصول معاشرت آشنایی داشت. گفتند که روز عید قربان هنگامی که رجال کشور برای سلام نزد احمدشاه رفته بودند،
وزیر جنگ رضاخان لبخند زنان به مجدالدوله گفته به من خبر دادند که شما نوه بسیار زیبایی دارید و من خواستم موافقت کنید که اون رو به همسری خود انتخاب کنم. مجدالدوله با این پیشنهاد موافقت کرد و روز بعد رسما مراسم خواستگاری انجام شد. پس از موافقت، در حالی که توران 17 ساله و رضاخان 47 ساله بود، در سال 1300 ازدواج صورت گرفت. دسیسه چینی های تاج الملوک از یک سو و بدخلقی رضاخان از سوی دیگه توران جوان رو که به اجبار ازدواج کرده بود آسی کرد و روابط این دو رو تیره ساخت. رضاخان این زن با ترتیب، مؤدب و زیبا رو پس از یک سال طلاق داد. تنها لطف رضاشاه به ملکه توران اجازه نگهداری از فرزند بود. اما به نقل دیگه رضاشاه هرگز توران رو طلاق نداد و همچنان توران در حلقه نکاح او بود. رضاخان تنها 6 ماه پس از جدایی از توران به دلیل کسب اعتبار بیشتر در جامعه دختر یکی از خاندانهای قاجاری رو برگزید و به عقد خودش درآورد. این دختر عصمت الملوک دختر غلام علی مجدالدوله دولتشاهی از رجال بزرگ عصر قاجار بود. در سال 1302 یک روز رضاخان ضمن مذاکره با سرهنگ پاشاخان اظهار داشت که شنیدم همسر شما خواهر شایسته‌ای داره و من تصمیم به ازدواج با او گرفتم و میل دارم شما در این باره اقدام کنید. سرلشکر خدایار و سرهنگ پاشاخان بیدرنگ با خواهر همسر خودش دوشیزه عصمت الدوله دولتشاهی و شاهزاده مجدالدوله در این باب مذاکره کردند. رضاخان هیچ وقت با زن زندگی نمی کرد. روزهای پنجشنبه نیم ساعت بعد از ظهر نزد عصمت می رفت و از او دارای 5 فرزند شد که باعث حسادت بیشتر تاج الملوک شد. رضاشاه از او صاحب 4 پسر و 1 دختر شد. رضاخان پس از تولد علیرضا دیگه با مادر محمد رضا رابطه زناشویی نداشت و احتمالاً علتش خشونت تاج الملوک بود که بعد از رسیدن به مقام سلطنت برای رضاخان تحمل ناپذیر بود. عصمت تا زمان انقلاب زنده بود و 78 سال داشت. اما بعد از توران دستبندی و جنجال بین تاج الملوک و عصمت پدید اومد. با همه این مسائل رضاخان احترام تاج الملوک رو داشت و اون هم به خاطر ولیعهدی محمد رضا بود. ولی عصمت رو دوست داشت و بعد از رفتن به جزیره موریس از او ملتمسانه خواست که نزد او بمونه. ولی عصمت بیوفایی کرد و بعد از 1-2 ماه بازگشت. اما پسران و دخترانش تا مرگ رضاخان نزدش بودند. با خروج رضاخان از ایران جدال میان تاج الملوک و عصمت نیز خاتمه یافت و او ترتیبی داد که عصمت رو از کاخ گلستان بیرون کنند و او هم که درویش مسلک بود تا زمان انقلاب در خانه ای در خیابان سعدآباد زندگی میکرد. عصمت الملوک آخرین و محبوب ترین همسر رضاشاه بود. در جریان دی ماه سال 1314 که کشف حجاب شد، تاج الملوک نقش اول رو بر عهده داشت. بعد از استعفای رضاشاه و تبعید وی به خارج از کشور و آغاز سلطنت محمد رضا پهلوی، ستاره بخت او درخشیدن گرفت. زیرا پسرش پادشاه بود و او بر دربار ایران و پادشاه فرمان روایی مطلق داشت. تاج الملوک بعد از فوت رضاخان به همسری شخصی به نام غلام حسین صاحب دیوانی درآمد. وی از ملاکان شیراز بود و داعیه وکالت مجلس را داشت و در دوره 15 به خواهش تاج الملوک از قوام السلطنه اون را از صندوق فساد بیرون آورد. او که به مراد دل رسیده بود دیگه اون صمیمیت رو به همسر خود نداشت و به تدریج بین آن دو اختلاف ایجاد شد. وی در دوره حکومت دکتر مصدق برای جلوگیری از تحریکات دربار که در رأس اون تاج الملوک و اشرف قرار داشتن، اون دو رو به خارج از کشور تبعید کرد. بعد از کودتا تاج الملوک به ایران بازگشت و زندگی مرفه و جدیدی رو پی گرفت و به معامله با سرمایه داران و دخالت در امور اقتصادی پرداخت. اون نزدیک 35 سال در دربار محمد رضا شخص اول بود تا شعله های انقلاب در سال 1357 اون رو به فرار از ایران ناگزیر ساخت و در کاخ شخصی خودش در آمریکا مسکن گزید. دوستان عزیز، ممنونیم که با لایک کردن و گذاشتن کامنت از ما حمایت میکنید. اگر به برنامه های ما علاقه مندید میتونید در زیر همین ویدیو با سابسکرایب کردن عضو کانال ما بشید و با زدن زنگوله اولین نفر از ویدیوهای ما با خبر بشید. تا برنامه بعد، خدا نگهدارتون.